جون فرهاد حالت خوبه؟ احساس میکنم همچه یه هوا بیقراری. نفسم تنگی میکنه. هوای نفس تماشاگر کرده. ولکن فرهاد، من نفسم رو صحنه کشیدم دیگه، بسه. پس کون کسی که میگفت دعا کنی؟ دلم میخواد روی صحنه یا جلوی دوربین بمیرم. ولکن. مطمئنی حالت خوبه؟ من طوری نمیشه. من با همین دست و این جام حالا حالاها خدمتون هستم. من مال اون چشمه های زلال و اون جنگل های مخالودم. من مال اون کوه های سربلند ایران عزیزم که گل های شبوی خودرو شب های تابستون سرزمین و معطر میکنه. من عسلی خوردم از دامنه های دیلم که هنوز زنبور توی شونه‌هاش پرپر میزنه. من ماسهای خوردم از گاومیش‌های مسال که در دنیا نظیر نداره. من وقتی به اینجاش میرسم یادم میره. آفرین، آفرین. این مال چند سال پیش بود؟ 33 سال پیش. یه عمره. میدونی هر وقت میرم این نمایش رو میبینم یادم میاد، ولی دوباره همینقدرشم که یادت مونده هنر کردی. فرهاد، یادت اون وقتا ما هیچ وقت جلوی استاد اون سرون رو بلند نمی کردی؟ حالا اینها از اول که به دنیا اومدن به جای شیر مادر مثل اینکه خاک صحنه خوردن، میخوان کار یاد من بدن. بابا پیر شدی، قرقرو شدی یا؟ تو که مجبور نیستی باشون کار بکنی. نمیفهمی که من چی میگم؟ من صبح تا شب دارم با دوتاشون کار میکنم. خداییشو بخواه کیفشم میکنم، لذتشم میفهمم، برای اینکه میفهممشون. تا حالا فکر کردی همونقدر که به نظر ما اونا عجیب و غریبن، ما هم به نظر اونا چه میدونم خلمشنگی؟ چی هستیم؟ خلمشنگ. خلمشنگ این اصطلاحیه که من از اونا یاد گرفتم. اونا به نظر ما زیادی راحت طلب و بیمسئولیتن، ما به نظر اونا زیادی سخت میگیریم و خودمون آزار میدیم. ببینم ازشون راضی هستی؟ منظورم نبهاته. بله همونا رو میگم، نوهامو میگم. باشون راحتم چون فقط دوستشون دارم، ازشون هیچ توقعی هم ندارم. اقلا بهت احترام که میگذارن. این دو نفر دارن به من احترام میذارن. صغیر و کبیر حرمت تو رو دارن مرد حسابی. یه نمایش نامه بود، البته من توش کار نداشتم، اما ولی هر کاری میکردن دلم تاب نمیبرد که یک شب اجراشو نبینم. نمیدونستم که اون نقش وصل حال خودم. لعنت می‌کردم.
ولی نمیدونستم که روحم تا ابد متعلق به توه. نمیدونستم تو رو دوست نداشته باشم. وقتی تو رو از دست دادم دیگه زندگی برام تحمل ناپذیر شد. فرهاد تو هم این نمایشنامه رو دوست داشتی، یادته؟ جوونیم یک بار محو شده و حالا به نظرم میاد 90 ساله دارم زندگی میکنم. جوانی یک بار محو شده و به نظرم میاد که 90 ساله که زندگی میکنم. دیگه در این دنیا تنها شدم، هیچ محبتی منت که گرم نمی کنه. یخ زدم، انگار 100 سالی که در این سرداب محبوسم. گریه میکنی؟ آره گریه میکنم. 2 سالی که گریه نکردم، ولی حالا دارم گریه میکنم. تو واقعا واسه بازی نکردن داری گریه میکنی؟ دیگه نمیتونم دوست نداشته باشم. از وقتی که تو رفتی یه زندگی کردم برام تحمل ناپذیره. مرد حسابی داری خودت عذاب میدی که چی؟ تو عاشق کارتی. حیف نیست؟ حیف تو نیست؟ یادش بخیر. باز گفت یادش بخیر. خیلی خوب بابا، یادش بخیر. فکر آیندم باش، یه یادش بخیرم برای بعدم بذار، یه کاری بکن که بعدنم بگن یادش بخیر. که بعدن بگن خدا بیامرزدش، آدم خوبی بود. که بگن خدا بیامرز بازیگر خوبی بود. چرا نگم؟ اصل خدا بیامرزشه. شدیم انار و خندونه شب یلدا سالی یک بار. ولی یادت باشه یه شب یلداست و انار و هندونه شا. حالا واقعا تو دیگه نمیخوای بازی کنی؟ یعنی پیشنهاد بهت میکنن میگی نه قبل از اینکه متنو بخونی یا فکر کنی؟ اتفاقاً اینجا به یکی قرار دارم، یکی از این جوانها. امیدوارم سر ساعت بیاد. اینجا؟ پس بگو، چرا بعد عمری بلند شده اومدی اینجا منو ببینی؟ قرار داری؟ نه مرگ تو! من که میدونم چی جوابشو بدم. فقط این یه بهانه بود برای اینکه بیام با تو حرف بزنم. بهش چی میگی؟ میدونی چی میخوای بهش بگی؟ من که گفتم بازی رو کنار گذاشتم. بله میدونم استاد، شنیده بودم.
من تا امیدوار بودم که یعنی دلم میخواست خودم با تون صحبت بکنم. میدونی من یه متنی نوشتم که فکر میکنم یه حرف ناگفته است. جوان همه حرف های گفتنی رو زدن، دیگه حرفی برای گفتن باقی نمونده. بله خب حق با شماست، ولی یه چیزایی هست که برای یادآوری بد نیست راجبشون حرفایی بزنیم. این متن من از نظر انتظار نداری که من همشو بخونم. خب اجازه بدیم پس براتون تعریف کنم. خلاصه چشم، خلاصه میگم این داستان یادم عاشقه که این که مال جوان اوله، به درد کار من نمیخوره. نه استاد، این عاشق همسن شماست، عاشق هنر بوده، هزار جور مصیبت دیده، حرف و سخن شنیده از همه، اما همچنان روی عشق خودش پاورجا مونده. تا اینکه یه اتفاق که به نظر دیگران خیلی هم ساده میاد، انگار میشه آخرین قطره تحملش، میشه بهانه. تو جوانتر از اونی که بخوای بفهمی حس و حال یه همچه آدمی چیه؟ ولی از قضا میفهمم استاد، چون از زیاد داشته یه آدمی استفاده کردم، یه آدم گمنام، یه بازیگری که هیچ کس نمیشناسدش، یه هنرپیشه درجه دو سه قدیمی، مردی به اسم جمشید نصرتی. جمشید نصرتی؟ بله حتما یادتون نمیاد، حق بهتون میدن. جوون جمشید نصرتی دل سوخته تئاتر بود، عاشق صحنه بود. تو نمیدونی اون که بود، اگه وقت داشت و عمرش به دنیا بود چه میگه. شما نفس بیرحمی هستید، چون فقط اسما رو میشناسید، نمیفهمید که ما میفهمیم. خیلی همون میفهمن استاد. بهشون محبت بکنیم، ببینین چه مشتاق محبت کردنن. ما 6 نفر هستیم، یه نیمچه گروه، ولی باور کنین از سر تفریح و تفنن و به زور بیاری سر از این کار در نیاوردیم. من جمشید نصرتی رو میشناسم، مطمئنم اگه زنده بود فقط یه آرزو داشت. آرزوش این بود که عشقشو به این کار اثبات کنه. گفتم جمشید نصرتی رو خوب میشناختم چون پدرم بود. خب این بحثتون بالاخره تموم شد، چقدر سر کوله هم میزنین بابا جان. خب اینم چای تازه دم برای خسروی عزیز با کیک تازه خونگی. خدمت شما. ممنونم. اینم من، اینم قندگی میلدر. چی شد؟ بالاخره رضایت داد؟ حالا چی بگم؟ من که کم آوردم. فکر میکردم مطرم کامله، اما استاد ماشاءالله نکته هایی رو گوشزد کردن که من اصلا متوجه نشده بودم. واقعا حیف این همه تجربه و دانش رو از ما دریغ کنه. فرهاد، این جوان گوش شنوایی داره، باعث شد
چیزهایی به یاد من بیاد که فکر میکردم از ذهنم رفته. من ماست خوردم از کاوشهای مسال که در دنیا بی نظیره. من زندم، پس باید راه برم. من بلند میشم، راه میرم بدون عصا. من مثل آفتاب میدرخشم و چشم همه را خیره میکنم. هنوز مثل آفتاب میدرخشم و چشم را خیره میکنم. هنوز نه، ریشه هام نسوخته، فقط شاخ و بالم هرس شده، اما ریشه هام نه. فرهاد، دیدی؟ هیچیش از یادم نرفته بود. فقط شاخه هم هرس شده، ولی ریشم هنوز زنده است. من شش تا شاخه دارم که هوا را میمکه و به ریشم میرسونه. پس من زندم. زندم. هیچ بادی نمیتونه از پا در بیاره منو. من طوفان میخوام. طوفان. طوفان. همین که پیش هم باشی، همین که فرصتی باشه،